أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سال روز ارتحال ملکوتی منجی عالم بشریت و منادی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان شهادت امام مظلوم امام حسن مجتبی علیه السلام هست و این دو مصیبت عظما را خدمت حضار گرامی تسلیت عرض میکنم و صلوات هدیه فرمایید به روح ملکوتی حضرت محمد و سلسله اکبرش. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجه. تشکر میکنم از جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای عادلی و صحبت‌های عالمانه‌شان و صحبت‌های ما هم در جلسات قبل از جوانب مختلف و از حاشیه‌های مختلف قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود که جلسه قبل در مورد تجسم عملی اسلام در نهضت و در قیام امام حسین علیه السلام در واقع کربلا بود که عرض کردم جوانب مختلفی از اسلام را بعضشان را که در سرزمین کربلا و در واقع کربلا مجسم شده بود و بحثی که میخوام امشب داشته باشم با توجه به سردی هوا به صورت اختصاص در رابطه به علت قیام نکردن امام حسین علیه السلام در زمان معاویه که چرا امام حسین علیه السلام در زمان پدر یزید یعنی معاویه اقدام نکرد که زود هم بود، یعنی بعد شهادت برادر بزرگوارش و برادر بزرگش امام حسین علیه السلام چرا قیام نکرد و چرا اقدامی نکرد و عوامل مختلفی میتونه سبب این مسئله باشه و این سوال بسیار مهم است که خیلی ها میکنه که او زودتر بود چرا اقدام نکرد. مثلا منظورشانی است که انحرافات هم کمتر بود و در واقع میتونست زودتر جلوگیری بکنه از اشاعه فساد و او وقت زمانش از هر لحاظ بهتر بود. خب این تحلیل بعضی ها هست به سوال رو میکنن، اما من میخوایم که عواملی قیام نکردن امام را به صورت خلاصه بیان بکنم که در واقع امو عواملی صلح کردن امام حسن مجتبی میتونه عواملی قیام نکردن امام حسین علیه السلام باشه. یکی از عواملی که امام حسین قیام نکرد در اون زمان وضعیت مسلمانان بود. وضعیت مسلمانان به چه معنا؟ مسلمانان در کل یک وضعیت روحی و اجتماعی و سیاسی خطرناکی داشت و چندین مدت که در جنگ و کشمکش و در واقع اینسو آنسو بود و به صورت آرام نبود و نمیتونست که نفس راحتی را بکشد و بسیار مسلمانان خسته بود از اینکه احزاب متعدد تشکیل شده بود و مردم هم در واقع سر در لاک کرده بود و بالاخره میخواست یک وضعیت آرام به پیش بیاید و ما یک نفس راحتی بکشیم. با توجه به این مسئله امام حسن مجتبی علیه السلام وضعیت را درک میکرد که جنگ هایی که در زمان پدرش امام علی علیه السلام بود که میتونیم از اون جنگ نمونه اون جنگ ها را همه ما شما میدونیم، جنگ های جنگ جمل بود و
و نظیر این جنگ ها و جنگ های لکه و آشوب های لکه معاویه در قسمت شام و مخترف بپا کرده بود. اینا در واقع همه عامل از این بود که مردم یک وضعیت روحی و اجتماعی بسیار آلوده و آشفته داشت و چشم داشته بود به یک صلح و یک آرامی. امام حسن هم وضعیت را درک کرد و یکی از عوامل امی بود که امام صلح صلح و امی وضعیت هم در اون زمان وجود داشت و مردم هم بسیار سردرگم بود و ما اساس امام حسین علیه السلام نخواست که در اون زمان عمل را عملا شروع بکنن، یعنی قیام را عملا شروع بکنن. و در این قسمت امام حسن علیه السلام یک گفتاری داره، یعنی یک امیدی بسه بود و یک نسلی بعدتری تا باشه که قیام بکنن و یاری شدن. ما شما میفهمیم که امام حسن مجتبی در جنگ‌هایی که داشت چقدر تنها ماند، چقدر مظلوم بود که گوشه ای از مظلومیتش را در مختارنامه آورده. و شما اگر دیده باشین بسیار در اون قسمت به صورت واضح گوشه ای از مظلومیت امام حسن را آورد و امام فرمود دیدم. این ترجمه حرف امام حسن مجتبی است که من شما قرار میکنم. فرمود دیدم اکثریت مردم متمایل به صلح دارند، یعنی تمایل به صلح دارند و از جنگ ناراضی اند. به همین دلیل دوست نداشتم آنان را به کار تنگ دلخواهشان وادارم. از این رو به ویژه برای سالم ماندن پیروان خود از کشتار و خلع و قمع تن به صلح دادم و این جنگ را به وقت مناسب موکول نمودم، زیرا خداوند هر روز در شأن و کاری هست. از این کلام امام حسن فهمیده میشه که مسلمان ها همچین نمیخواستن که در کنار امام بمانن چون خسته بودن و ما از واسه یکی از دلایل شده میتوانم. و امام حسین علیه السلام وقتی که امام حسن به شهادت رسید ایده ای هم آمدن خدمت امام حسین علیه السلام عرض کردن که حالا وقت شماست، عملی در انجام میتونی اقدام بکنید، ما با شماییم. امام حسن در جواب اونا این حرف گفت: در مورد برادر باید بگویم امیدوارم خداوند او را موفق به امور داشته باشد و به کارهایی که انجام میدهد وی را تأیید کند، ولی تصمیم خودم امروز قیام نیست. خداوند شما را مشمول رحمت خویش قرار دهد، تحرک انجام ندهید و در خانه‌هایتان نهان بمانید و تا معاویه زنده هست از بدگمانی و تردید بپرهیزید. این کلامی حضرت عبدالله بلحسین است. خب این یکی از عوامل بود که من خدمت شما عرض کردم وضعیت آشفته مسلمان. خب عامل دیگر شخصیت خود معاویه است. شخصیتی که من در این قسمت صحبت میکنم صحبت‌هایی را که دارم از منابع اهل سنت و اهل تشیع هست و این خدمت شما یک بحث را در این قسمت خود شخصیت معاویه که یک از عامل قیام نکردن امام حسین بود خدمت شما عرض بکنم. یک کتابی هست که بگونه چیتر خلاصه‌گیری شده و فعلا هم در سال 1385 است ظاهرا ای به چاپ رسیده و فعلا هم در دانشگاه کابل در دانشکده ادبیات تدریس میشن و نویسندهش هم عبدالنعیم احدی هست. میتونید کسایی که یه میخوای پیدا بکنم ما در جزوه که مکتوب خواهد شد انشاءالله ما آدرس از اینم می‌نویسم که اینم من خدمت شما بخونم. و اسم کتاب تاریخ الادب به عصر الاموی هست، در زبان عربی هست و شاید ترجمه‌اش هم باشه. در این قسمت آمده یبدأ عصر بنی امیه عامی 41 هجری بعد ان تناظر الحسن بن علی عن حقه في خلافت حتنا لدماء المسلمين. گفت که شروع میشه که امین دوره اموی ها یه دولش هست شروع میشه در سال 41 هجری بعد از اینکه امام حسن از حقش گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خون مسلمان ها
خون مسلمانان بدون گناه و بدون در واقع کدام اثری ریخته نشود. این قسمت آمده از حقش گذشته و ادامه شد. یختر از حفاظ الاصل انصدر الاسلام اختلافا کبیرا لأن الدولة الاموية قامت بعد کفاه مریر و حروب استفرد وجود احزاب سیاسیت متخاصمت. خب در این قسمت میگه که این بسیار با صدر اسلام فرق زیاد داشت. اینجا متن زیاد هست اما من یک قسمت شد میخوانم بخوانم که عنوانش از سیاست الامویین. در این قسمت نمیشته کما قلنا استخدمت دولت الامویه مختلط الوسائل لتقویت ملک خواه فکان من تلک الوسائل احیاء العصبیات القبیلیه. میگه که دولت اموی نمو در ابتدا از همه وسائل استفاده کرد به خاطر استحکام دولتشان که یکی از این عوامل و یکی از حالات را احیا کردن تعصبات قبیلوی بود. یعنی در زمان جاهلیت یکی از چیزهایی که بسیار رول عمده داشت و بسیار هم خطرناک بود همین احیای تعصبات قبیلوی بود. او قوم مثلا با او قوم جنگ میکرد سر هیچ و حتی جایی هم رسیده بود که ما شما در تاریخ اسلام میخوانیم و آمدن که در شمارش اعضای قبیله خود افتخار میکرد. وقتی زنده ها خلاص میشد میرفت در قبرستان مرده هایشان را هم حساب میکرد. یعنی بسیار زیاد بود. این را دولت اموی پس زنده کرد و در رابطه به شخصیت خود معاوی هم میگفت یک شخصیت بسیار زرنگ بود و از هر گونه وسائل و از هر گونه در واقع آلات استفاده میکرد که دولتش استحکام ببخشد. و امین میرسیم به این بس که خودش شخصیت معاویه یک شخصیت زیرکی بوده که از هیچ کار برای تقویت حکومتش دریغ نمیکرد. از کشتن بزرگان گرفته تا هر مسائل دیگه ای که در این کتاب تاریخ الادب هم آمده در بعضی از تاریخ به این تاکید شده. از جمله در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید یکی از بزرگان است و شرح ابن ابی الحدید هم بسیار یک شرح جامعی است که مورد مطالعه عام و خاص است. در این قسمت گفته که معاویه از حیله و نیرنگ و زیرکی فوق العاده برخوردار بوده و این در شرح ابن ابی الحدید هست. خب ما میخواییم در کجا برسیم؟ در این قسمت که معاویه بخاطر قدرت خود و حفظی قدرت خود دست به هر کار میزنید و اگر امام حسین علیه السلام در این زمان قیام میکرد مسلمان که با استفاده از یک وسیله که یکی از وسایل مسلمانامه بود و غیر از او هم و با استفاده از یک وسیله میتونست امام حسین علیه السلام را از راه و از میان برداره. همچنان که خیلی ها را از راه و از در واقع سدی که برای او بود برداشت. مثلا سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن خالی اینا کسای و مالک اشعر اینا کسایی بود که مخالف معاویه بود و مخالف امر عاص بود. اینا را به گونه ای از سر راه برداشت حالا در نهان یا در عیان بماند که این معیلی هرگیم میتونه که توارش باشد و از جمله شرح ابن ابی الحدید. پس اگر امام حسین علیه السلام اقدام میکرد امام حسین علیه السلام را هم از راه برمی‌داشت و اهداف بزرگ و والای امام حسین علیه السلام در نقطه خفه میشد. و امروز چیزی به نام کربلا و چیزی به نام حماسه یا حسینی وجود نداشت، چرا که یک وقت امام حسین علیه السلام نمیتونست که اقدام به عمل بکنه و واقعات یا آنچنانی که در کربلا به وقوع پیوست او به وقوع پیوندد و امروز هم درسهایی باشد که قیام امام حسین علیه السلام ما شما میدانیم که گاندی چیزی را که آورد از امام حسین علیه السلام بود برای هند خودش را قرار میکنه. آزادی هند مدیون قیام امام حسین علیه السلام است. خب
این دومین عامل یا علت بود که امام حسین علیه السلام در اون زمان قیام نکرد. خب معاویه خود امام حسین علیه السلام هم یک مکاتبه بین امام حسین علیه السلام و معاویه هست که اومد نیست هست ما رو خدمت شما نمیخوانم به خاطر کم بودن وقت. و سومین علتی که امام حسین علیه السلام قیام نکرد احترام به صلح امام حسن بود. خب اینمی صلحنامه ای که دست معاویه بود در واقع بر برنده ای بود که نمیدانست کسی اقدام بکنه مبنی بر شکستن ازو و چرا که هیچ وقت شخصی مانند امام حسین علیه السلام ناقض پیمان و ناقض عهد نیست. به ما اساس هم امام حسین به خاطر احترام به صلحی که امام حسن کرده بود کار را انجام نداد و در او زمان شما به فعالیت میکرد و این عوامل بود که امام حسین علیه السلام در زمان معاویه نخواست دست به عمل قیام بزند چون آثاری را که امروز دارد کربلا اگر در او زمان بود یا آثار را مسلمان نداشت. و سه عامل را من ذکر کردم که یکی وضعیتی ناگوار و آشفته مسلمین بود، دوم شخصیت خود معاویه بود که شرحشی بود که نمیدانست کسی در او زمان قد علم بکنه در مقابل معاویه چون او به خاطر اعتلاع دولت خود هر کار را میکرد و این برای کسایی که میخواست مخالفت بکنه بسیار خطرناک بود. و یکی از این مسائل که در او زمان نمیتونستم این بود که معاویه یک آدم زیرک و هوشیار بود و حدود اسلام را آشکارا نمیشکسته و یعنی به صورت عام در علیه عام حدود اسلام را نمیشکست و کار نمیکرد که خلاف دستورات اسلام و سنت باشه. اما پسرش یزید دیگه در علیه عام کارهایی را میکرد که خلاف دستورات اسلام. این هم بسیار مهم است این قضیه که مردم به او زمان پذیرش قیام امام را نداشت در خاطر که معاویه از نظر مردم یک انسانی بود که میتونست خلیفه مسلم باشه، چرا که خب به باور خیلی ها یک از کاتبان وحی بود، از صحابی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و جایگاه خوبی داشت معاویه. به مو اساس مردم را به گونه پذیرفته بود. اما پسرش یزید نه دیگه، نه صحابی بود و نه انسانی بود که پابند به اخلاقیات اسلامی باشد و ما اساس یکی از عامل شده میتونم. خب سومین عامل هم احترام به صلح امام حسن بود. این عامل یک جا شده باعث شد که امام حسین علیه السلام در زمان معاویه اقدام به عمل نکند. خب من دیگه زیاد مصدق نمیشم و تشکر می کنم از همه بزرگواران و یک بار دیگر تسلیت عرض می کنم شهادت ارتحال ملکوتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نوه بزرگوارش را. انشاءالله ما و شما بتانیم در دنیا و آخرت از شفاعتی این دو بزرگوار برخوردار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.